های به همتون، امیدوارم حالتون عالی و فوقالعاده باشه. سال جدید بهتون تبریک میگم، امیدوارم تعطیلات نوروزی فوقالعاده یا داشته باشید. توی این ویدیو میخوام بهتون کلمات انگلیسی رو یاد بدم که فوقالعاده توی سفرها کاربردیه و امکان نداره که شما بخواید مسافرت خارجی برید و با این کلمات روبرو نشید. 100% این کلمات کاربردیه و به کارتون میاد. پس ما هم دیگه میخوایم یه آموزش جذاب داشته باشیم و یادتون نره حتما اگه منو سابسکرایب نداری همین الان دکمه سابسکرایب رو بزن و زنگوله رو فعال کن و بعد هر فاصله ای با من کلمات رو تکرار کن. بریم سراغ ویدیو. اولین چیزی که برای هر سفری لازم داریم بلیط هست. پس بهتر یاد بگیریم بلیت به انگلیسی چی میشه؟ بلیت به انگلیسی میشه تیکت. تیکت. تلفظ نمایش داده میشه، شما هم با من تکرار کنید بعد ظاهر شدن تلفظ. تیکت. با هم تکرار میکنیم. تیکت. تیکت یعنی بلیت. پس بلیت میشه تیکت. کلمه بعدی بیمه سفر هست. بیمه سفر میخوایم بدونیم تو انگلیسی بهش چی گفته میشه؟ میشه travel insurance. travel insurance. تلفظ ظاهر شد، با هم تکرار کنیم. travel insurance. travel insurance میشه بیمه سفر. پس بیمه سفر میشد travel insurance. چادر. میخوایم ببینیم به انگلیسی چی میشه. چادر همون جاییه که چادر میزنیم و میریم داخلش میخوابیم. به انگلیسی میگن tent. چادر، چادر مسافرتی به انگلیسی میشه tent. با تلفظ با هم تکرار کنید. تنت یعنی چادر. چادری که سرشون میکنن منظور نیست اینجا عزیزان. چادر مسافرتی رو بهش میگیم تنت. کیسه خواب. میخوایم ببینیم کیسه خواب به انگلیسی چی میشه. کیسه خواب میشه sleeping bag. sleeping bag. کیسه خواب میشه sleeping bag. با هم دیگه تکرار کنیم. sleeping bag میشه کیسه خواب. کیسه که داخلش میخوابن. sleeping bag. بریم کلمه بعدی. کلبه. میخوایم ببینیم کلبه به انگلیسی چی میشه. کلبه میشه cottage. کاتج. پس کلبه به انگلیسی میشه کاتج. با هم تکرار کنید شما. کاتج. کاتج میشه کلبه. این کلمه خیلی جذابه. سوغاتی. خیلی فکر می‌کنم سوغاتی توی زبان انگلیسی معادل نداره، ولی دور عزیزان و میشه souvenir. souvenir. با هم دیگه تلفظ کنیم. souvenir. souvenir میشه سوغاتی. پس سوغاتی میشه souvenir. کلمه بعدی مقصد هست. میخوایم ببینیم مقصد به انگلیسی چی میشه. مقصد میشه destination. destination میشه مقصد. شاید از کنید تلفظش سخته، ولی سعی کنید با این تکرار کنید. destination. راحت میشه تلفظ کنید، کافیه چند بار بگید. destination یعنی مقصد. destination به معنی مقصد هست.
بلند شدن هواپیما میخوایم بدونیم به انگلیسی چی میشه؟ ممکنه خلبان توی میکروفون اعلام کنه، تو بلندگو بگه شما بشنوید، ولی متوجه نشید. بلند شدن هواپیما میشه take off. Take off. پس بلند شدن هواپیما میشه take off. با هم تکرار کنید شما هم take off. به معنی بلند شدن هواپیماست. کلمه بعدی فرود هست. ما پرواز کردن بلند شدن هواپیما رو یاد گرفتیم، فرودم پس باید یاد بگیریم. فرود به انگلیسی میشه landing. Landing. Landing میشه فرود آمدن هواپیما یا فرود. تکرار کنید با من، فرود میشه landing. Landing میشه فرود. کلمه بعدی راه رو هست. شاید فکر کنید راهرو به چه درد میخوره توی مسافر. مثلا راهروهای هواپیما مهمه، میشه آیل. آیل. آیل میشه راهرو. آیل یعنی راهرو. موقع خرید کردنم به کارتون میاد. آیل. بعدی صندلی کنار پنجره است. شاید خیلیاتون ندونید مثلا توی هواپیما، اتوبوس یا قطار صندلی کنار پنجره چی گفته میشه بهش؟ میشه ویندو سیت. ویندو که یعنی پنجره و سیت یعنی منظورش صندلی کنار پنجره است. ویندو سیت. شما تکرار کنید، ویندو سیت یعنی صندلی کنار پنجره. ویندو سیت یعنی صندلی کنار پنجره. بریم بعدی، مهماندار. میخوام بدونم مهماندار که داخل هواپیما کار میکنه بهش چی میگن به انگلیسی؟ میگن flight attendant. flight attendant. اگه تلفظش سخته سعی کنید توی چند بخش تلفظ کنید تا براتون راحت تر بشه. flight attendant، مهماندار. و بعد اینکه چند بار تمرین کردید سعی کنید کامل بگید، بگید flight attendant. flight attendant میشه مهماندار. بعدی غذای هواپیما هست. غذایی که داخل هواپیما سرو میشه اسم داره برای خودش، بهش میگیم in flight meal. in flight meal. با هم تکرار کنید، in flight meal یعنی غذای هواپیما. flight meal غذای هواپیما. بریم سراغ کلمه بعدی، اتاقک خلبان. اتاقک اول هواپیما که اتاقک خلبان هست میخوایم ببینیم چی میشه به انگلیسی. میشه کاکپیت. کاکپیت. تلفظ اومد شما با هم بگید کاکپیت. میشه اتاقک خلبان. کاکپیت. اتاقک خلبان. سعی کنید حتما کلمات رو با هم تکرار کنید. بعدی کمربند ایمنی هست. کمربند ایمنی باید حتما بدونیم تو انگلیسی چی میشه. میشه سیت بلت. حالا فرقی نمیکنه که کمربند ایمنی داخل هواپیما باشه یا ماشین، میشه سیت بلت در هر صورت. سیت بلت یعنی کمربند ایمنی. با هم تکرار کنید، کمربند ایمنی میشه سیت بلت. بریم سراغ کلمه بعدی، اجاره کردن. شما رفتید خارج از کشور، یه مسافت خارجی و میخواید یه جایی رو اجاره کنید، باید حتما این فعل رو بدونید. میشه رنت. رنت. حالا میتونید باش ماشین اجاره کنید، خونه یا هر وسیله دیگه ای.
پس رنت میشه اجاره کردن. با هم دیگه تکرار کنیم، رنت یعنی اجاره کردن. خب بریم سراغ کلمه بعدی. بعدی خریدن هست. محاله که کسی بره سفر خارجی و چیزی نخره، پس فعل خریدن هم خیلی کاربردیه. خریدن میشه buy. buy buy یعنی خریدن، و احتمالا خیلی جا شنیدید چون خیلی کاربردیه. خریدن میشه buy. با هم تکرار کنید، buy. بریم سراغ کلمه بعدی پرکاربرد تو سفر، رزرو کردن. اینم خیلی کاربردیه و حتی توی سایت هایی که میخواید برای خودتون اتاق یا هتل رزرو کنید حتما این کلمه بوک رو دیدید. بوک به معنی کتاب هست، ولی اینجا معنی رزرو کردن میده. مثلا توی سایت هتل رفتید و میخواید برای خودتون اتاق رزرو کنید، قطعا کلمه بوک رو میبینید. بوک. بوک یعنی رزرو کردن. پس رزرو کردن به انگلیسی میشه book. بریم کلمه بعدی، پرداخت کردن. خب اتاق رو رزرو کردید، قرار رو پرداخت کنید، پس حتما باید این فعل رو هم بدونید. پرداخت کردن میشه pay. pay میشه پرداخت کردن. پی میشه پرداخت کردن. با هم دیگه تکرار کنیم، پی میشه پرداخت کردن. بریم سراغ بعدی، پرسیدن. پرسیدن. پرسیدن میشه ask. ask پرسیدن میشه ask. با هم دیگه تکرار کنیم، ask میشه پرسیدن. بریم سراغ کلمه بعدیمون، پیدا کردن. پیدا کردن به انگلیسی میشه find. مهمه که شما بدونید برای پیدا کردن یه جایی بعد از چه فعلی استفاده کنید. find میشه پیدا کردن. find. پس هر موقع خواستید به انگلیسی بگید پیدا کردن، میگید find. find. لذت بردن. میخوام بگیم از یه چیزی داریم لذت میبریم تو سفر، پس اینم مهمه که بدونیم. enjoy. enjoy میشه لذت بردن، و باید بگیم enjoy. لذت بردن میشه enjoy. یادتون نرزن حتما این ویدیو رو که میبینید با هم تکرار کنید، و میدونم که کلمه ممکنه براتون جدید باشه، پس اگه امروز این ویدیو رو دیدید فردا بیایید دوباره ببینیدش حتما، و تو طول این هفته دورش کنید. رسیدن. میخوایم ببینیم رسیدن به انگلیسی چی میشه. میشه arrive. arrive. رسیدن میشه arrive. arrive میشه رسیدن. و مطمئن باشید تو طول سفر حتما این کلمات رو میبینید. arrive میشه رسیدن. این کلمه توی تابلوی فرودگاه هم هست. ترک کردن. ترک کردن. ترک کردن میشه leave. leave یعنی شما مثلا از تهران رو ترک میکنید به مقصد یه جای دیگه. فکر نکنید مثلا ترک کردن به معنی رها کردنه. این لیو یعنی اینکه دارید مثلا از یه مبدأی میرید به یه مقصدی. شما مثلا تهران رو لیو میکنید و میرید به دستینیشن، یعنی مقصد مثلا برزیل.
پس لیو میشه ترک کردن. راهنما، این کلمه رو هم خوب بلد باشید که جای دیدید بدونید معنیش میشه راهنما. راهنما میشه گاید. گاید میشه راهنما. پس هر جا کلمه گاید رو دیدید بدونید به معنی راهنما هست و قرار شما راهنمایی بشید. حالا میتونه عکس باشه، تصویر باشه، یا حتی رو لباس یه فردی نوشته شده گاید. راهنما. فرودگاه. میخوایم ببینیم فرودگاه به انگلیسی چی میشه. کلمه مثل هتل رو مثلا نیاوردم چون حتما بلدید دیگه، هتل میشه همون هتل به فارسی. فرودگاه میشه ایرپورت. ایرپورت میشه فرودگاه. با هم دیگه تکرار کنیم. فرودگاه میشه ایرپورت. ایرپورت میشه فرودگاه. پذیرش شدن. این کلمه هم فوق‌العاده کاربردیه. هم توی هتل میبینید هم تو فرودگاه. پذیرش شدن میشه چک این. چک این یعنی مثلا تو هتل اولین روزی که میرید وارد میشید باید چک این کنید حتما، یا توی فرودگاه باید چک این کنید یعنی بارتون رو بدید و کارت پرواز دریافت کنید تا بتونید سوار هواپیما بشید. به اون فرایند میگن چک این، پذیرش شدن. کلمه آخر هم بار مسافر هست. این هم احتمال زیاد میبینید، بار مسافر یا همون ساک و وسایلی که همراهتونه میشه لاگیج. لاگیج. لاگیج میشه بار مسافر. لاگیج میشه بار مسافر. پس از اون یادتون نره حتما کلمه رو با هم همین الان تکرار کنید. اگه وقت دارید یه بار دیگه این ویدیو رو ببینید و کلمات جدید رو دوباره تکرار کنید. فردا دوباره بیاید مرور کنید و تو هفته آینده هم باز بیاید این ویدیو رو نگاه کنید و کلمات جدیدش رو دوباره تکرار کنید تا توی حافظه بلند مدتتون نقش ببنده. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردی. اگه خوشت اومد از این سبک ویدیو حتما حتما تو نظرات بهم بگو، من نظرات رو میخونم و هر موقع فرصت کنم بهشون پاسخ میدم. و اینکه نظر و لایک و اشتراک گذاری این ویدیو خیلی بهم انرژی میده از اون. راستی اگه منو سابسکرایب نداری سابسکرایب رو بزن و زنگوله رو فعال کن تا ویدیوی بعدی رو برات بفرستم. خدافظ.